به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درود و سلام و صلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و خاندان پاک و طاهر ایشان، خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید جانتان جور باشه، تنتان سالم باشه، دلتان خرم باشه. همراه در برنامه به وقت بیداری بسیار خرسند هستیم که در یک شام دوشنبه دیگه با شما خوبان همگپ و همسخن هستیم. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی هستیم. سلام علیکم جناب دکتر توکلی بزرگوار، به برنامه خودتان بسیار بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب حیدری و همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز، فارسی زبانهای گرامی در اقصا نقاط عالم سلام عرض میکنم و ایام حزن و عذاب و اسارت اهل بیت تسلیت میگم. امیدوارم که بینندگان عزیز ما در آرامش، در صلح و صفا، در امنیت و در رفاه زندگی خوبی داشته باشند و ما هم بتونیم در این برنامه انشاءالله حق مطلب را ادا بکنیم و مطالب مفیدی در خدمت شما و بینندگان عزیز داشته باشیم. انشاءالله. ممنون از دعای نیکتان در حق ما و بینندگان عزیز و گرامی ما. موضوع گفتگوی امشب ما در این برنامه به وقت بیداری که به طور زنده و مستقیم تقدیم نگاه های شما میشه، تجلی اخلاق در نهضت حسینی هست. یکی از فضایل اخلاقی که برترین فضیلت اخلاقی که همه به او معترف هستند عدالت هست و قطعا نقطه مقابل عدالت که بی‌عدالتی باشه ظلم هست. یعنی وقتی که جایی از عدالت خالی شد، این ارزش از اونجا توهی شد، یک ضد ارزش به اسم ظلم اونجا شکل میگیره. تا ظلم نشوه عدالت رخت بر نخواهد بست. و از او طرف در گفتمان علوی و امام حسین علیه السلام عدالت و مقابله با ظلم، مبارزه برای تحقق عدالت و از اون طرف مبارزه برای محو ظلم و مبارزه با ظالمین بسیار بسیار پررنگ هست. و میشه گفت که عاشورا رزمگاه عدالت و ظلم هست. اجازه بدید امشب این بحث خدمت کارشناس محترم بررسی کنیم و ابعاد مختلف این مسئله را با شما گفتگو کنیم. جناب دکتر توکلی بزرگوار، خب عدالت، مفهوم عدالت و مفهوم ظلم مفاهیمی است که بسیار دربارش گپ شده و بحث شده. نمیخوایم امشب به صورت کلی شما در این باره صحبت کنید، بلکه ابتدای سخن، حالا اگر مقدمه هست بفرمایید، بعدش سوال این است که در گفتمان علوی و حسینی این دو مفهوم چه تعریفی داره، چه بار معنایی خاصی داره؟ من بستر از اینجا شروع میکنم و خیلی کوتاه مقدمه خود عرض میکنم، بعد میرسیم به اصل مطلب و اون این که در نظام تکوین عالم، بله، در نظام فیزیکی عالم عدالت وجود داره، به این معنا که حدیث داریم بالعدل قامت السماوات والارض. ببینید قوانین علمی که ما در ساینس میخونیم، در فیزیک، در شیمی، بله، کیمیا، در زمین شناسی، در جغرافی، در علوم مختلف، اینا محصول یک نظم دقیق پرتکرار واحدی است که منشأ واحد داره و نتایج واحد داره و الا تبدیل به قانون علمی نمیشد. بله. خب بینندگان گرامی ما بسیاری از اونها قوانین نیوتن خوندن و قوانین دیگری که هست دیگه در علوم، بله، در فیزیک، در، بله، شیمی، بله، هست، بله، می‌خونیم قوانین
ریاضی مثلا بله در تمام اقصا نقاط عالم 2 به اضافه 2 = 4 میشه. اینا دیگه جزء اصول موضوع است، خیلی وارد این بحث نمیشیم. هیچ انسان عاقل نمیتونه منکر قوانین بشه. اگر منکر قوانین شد، به قول مولانا در عقلانیت او باید شک کنیم. کما اینکه در اون مثال معروفی که داره و میگه که اگر کسی منکر آب شد، با استدلال علمی به او آب را اثبات نکنید، او بیاندازید داخل آب تا بفهمه که آب وجود داره. و لذا یا اگر کسی منکر اختیار شد، یک سیلی به صورت او بزنید تا بر شما براشوبه و اعتراض کنه که چرا زدی، بعد بگید که آقا من مجبور بودم که زدم. در این نکته هیچ شکی نیست. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خب اگر در نظام تکوین عالم عدالت است و بالعدل قامت سماوات و الارض، در نظام تشریع و تقنین هم، در نظامات انسانی، در روابط انسانی و اجتماعی هم باید عدالت باشد. چرا؟ چون اگر عدالت نباشه، هر سیستمی که در او فساد بر صلاح بچربه، سیستم فاسد میشه. شما آناتومی بدن انسان در نظر بگیرید، پزشکان میگن اگر تعداد ویروس های غیر مفید در بدن ما بیشتر از ویروس های مفید باشن، نظام صحی بدن خراب میشه و بدن دچار تخریب از درون میشه و در واقع کارهای خود را دست میده و شخص فوت میکنه. روابط انسانی هم یک چنین وضعیتی داره. خب ببینید، ما انسان هستیم و موجودی هستیم که حالا یا به طبع یا به اختیار، که در جای خودش بحث است که انسان ها اختیار انتخاب میکنن زندگی اجتماعی یا مجبورن، دو تا نظر است. انسان ها به هر دلیلی تصمیم گرفتن با هم زندگی کنن در روابط اجتماعی. از طرفی منابع و مواهب محدود هست، ثروت محدود هست، امکانات محدود هست، انسان هم تمامیت خواه هست. باید اینجا قانون وجود داشته باشه برای این که انسان ها به حق هم دیگه تعرض نکنن، و برای این که نهاد جامعه، نهاد اقتصاد، نهاد آموزش، نهاد خانواده، نهاد سیاست و نهادهای دیگه در جای خودش کارایی خود داشته باشه و انسان به او سرمنزل مقصود برسونه. از این مقدمه که بگذریم و این مسلم هست، میرسیم به تاریخ اسلام و این که نهضت عاشورا و قیام امام حسین برای چی بود. خب این سوال و این دغدغه در ذهن هر انسان دغدغه مندی وجود داره که به لحاظ عقل ظاهری و ابزاری معنا نداره. یک کسی برای رسیدن به یک هدف دنیوی و دون پایه بیاد خودش رو در معرض شهادت قرار بده، خانواده، اهل و عیال هست و نیست، خودش رو نابود بکنه. قطعا او هدف باید هدف بسیار متعالی و انسانی باشه که جزء اصالت های انسان و جزء رسالت های انبیا باشه. و جناب استاد حیدری بله بله الان نرز میکنیم بله چشم بله حسین الان رسیدیم به درود بر شما. چیزی غیر از عدالت نمیتونه واقعا توجیه بکنه نهضت عاشورا. یه خلاصه از بنده است. و اگر چنین است، ببینید، رسالت انبیا، بعثت انبیا همش برای عدالته. ممکنه بگن آقا عدالت، او تعریفی که همه دارن از عدالت او هست و یه چیزی بالاتر هم هست. منظور قرآن و انبیا و ائمه عدالت اجتماعی به معنی عام قضیه است. عدالت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی این که انسان ها از همه استحقاق های اجتماعی، از همه مواهب قدرت و ثروت به اندازه ظرفیت و شایستگی خودشون بهره مند باشن. خب این مسئله در منطق امام علی و امام حسین به چه معناست؟ خب منطق امام علی علیه السلام هم منطق پیغمبر و منطق وحی هست. بله. امام حسین هم فرمود اینی لم اخرج عشرن ولا بترا، فرمود که و اینما خرجت لطلب الاصلاح اريد ان جدی. بله، تو آخرش میگه و اسیر بسیرت جدی و ابی.
اگر این چنین هست، پس منطق علوی و حسینی یک منطق است. ما برای اینکه بحث خیلی مصداقی بکنیم، بله، کاربردی باشه و بتونیم به نمونه های عینی مسئله اشاره بکنیم، امشب میخوام چند تا محور از محورهای عدالت اجتماعی عرض بکنم، بعد تو مرحله بعدی بس ببینیم که آیا این موازین، این اصول، این عناصری که سازنده عدالت اجتماعی هست در عصر امام حسین بوده یا نه، و اگر نبوده اون موقع ما با روح نهضت عاشورا آشنا میشیم و میفهمیم که در واقع عدالت در منطقه امام حسین به چه معناست و اصلا در واقع اساس نهضت عاشورا، عنصر مقومش چه بوده، به عدالت اجتماعی از منظر امام حسین چیست. درود بر شما. خب اجازه بدید همینجا ما یک درنگ داشته باشیم، یک میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم سراغ بحث پی میگیریم. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، مخصوصا شما بزرگوارایی که تازه به جمع پیوستید. بله، شما بیننده برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستید. مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی ما در تلگرام و واتساپ با شما خوبان هست. شما میتونید که از این طریق با ما مرتبط شوید، هر نوع سوال، پیشنهاد، انتقادی که دارید ما به دیده منت میپذیریم. همین قسم برنامه های تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری بعد از پخش زنده این برنامه، برنامه روشنا، همین قسم دیگه برنامه های دیگه در پایگاه های شبکه در فضای مجازی قرار داره، در یوتیوب، در آپارات و در سایت تلویزیون. امیدواریم که اگر این برنامه را به صورت زنده و مستقیم شما نتونستید مشاهده کنید یا کامل نتونستید ببینید، به صورت کاملش میتونید که در اونجا دنبال کنید. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. جناب توکلی بزرگوار به مسئله بسیار مهم اشاره کردید، عدالت اجتماعی دغدغه بشر بوده از دیرباز تا امروز و مخصوصا این مسئله امروز بسیار بسیار یک خواسته است که همیشه از او صحبت شده و به صورت یک آرمان هست. دولت ها و سیاست مدارا وقتی که میخواه قدرت به دست بگیره شعار خودشان قرار میده. ما بخوایم به همین مفهوم عدالت اجتماعی اگر متمرکز شویم، خب این عدالت اجتماعی چی ویژگی ها و معیارهایی داره که اگر ببینیم که در این جامعه یا در عصر امام حسین این معیارها تا چه حد بود و این عدالت اجتماعی تا چه حد محقق شده بود و تا چه حد محقق نشده بود، اگر نشده بود چی بود و امام حسین میخواست در این قضیه چه کاری انجام بده. بسیار عالی. خیلی کوتاه عرض میکنم که محورهای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه چند چیز هست. یکیش توزیع عادلانه قدرت هست، قدرت سیاسی، بله، حکومتی در جامعه. اگر در جامعه انسانها به نسبت صلاحیتهای ذاتی و اکتسابی که دارن از قدرتی که برخواسته از حکومت هست و نهاد دولت
برخوردار شوند. بله. یعنی هر کسی که صاحب علم است، صاحب تجربه است، صاحب اندیشه است و مفکوره ای برای پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف داره، اگر بر اساس او شایستگی های ذاتی که دارن، بر اثر تحصیل، بر اثر تجربه به دست آوردن در یک جامعه، اگر این معیار محقق بشه، یکی از اضلاع سگانه عدالت اجتماعی محقق شده. یعنی مثلا مثال میزنیم، ببینید یک وزیر اگر به وزارت میرسه، اگر این آدم با شایستگی ذاتی خودش به وزارت رسیده باشه، نه با رانت، بله، نه با روابط قومی و قبیله‌ای، نه با زور و منطق تفنگ، نه با ارتباطات سیاسی پشت پرده‌ای که عوامل خارجی از او حمایت بکنن، اون شایستگی را بله باید داشته بله باشه که یک پست را، یک مقام را بله تصرف بله کنه. بله. اگر چنین باشه، ای آدم عادلانه در جایگاهی که باید بشینه نشسته. خب. یک نماینده پارلمان همینطور، یک کسی که در رأس دولت ولسوالی هست، در رأس دولت هست، هر کس اگر بر اساس شایستگی هایی که خودش به دست آورده، بر اثر تلاش بله به یک جایگاهی برسه، به لحاظ تقسیم قدرت اینجا عدالت رعایت شده و الا فلا، و الا رعایت نشده. درست. این نکته اول. نکته دوم، تقسیم عادلانه ثروت هست. ببینید تقسیم ثروت که میگیم در نظامات سنتی، خب ثروت از پدر، از رئیس قبیله، از پدر کلان میرسیده به فرزندان. منظور ما صرفا این قضیه نیست، منظور اینه که ببینید در دنیای امروز ما مواهب فراوانی داریم، معادن هست، کارخانه ها هستن و سیستم تجاری هست. اگر نظامات اجتماعی بر اساس تقسیم عادلانه ثروت باشه، این جامعه به عدالت نزدیکه. و محور آخر، تقسیم عادلانه اطلاعات و معلومات هست، که این نکته بسیار مهم است. ببینید در زمان قدیم فکر میکردن اگر قدرت عادلانه تقسیم بشه، عدالت محقق میشه. بعدن دیدن که نه، ثروت هم باید عادلانه تقسیم بشه، و اخیرا متوجه شدن که مهمتر از همه که سبب به دست آوردن قدرت و ثروت هست، اطلاعاته. درست. بله، همیشه اینطور بوده و الان هم اینطوره. کسی که اطلاعات داره، مثلا من یک مثال میزنم برای بینندگان عزیز که خوب بفهمن، کسی که در شاروالی کار میکنه، اگر نقشه جامع پیشرفت شهر در اختیار او باشه و بفهمه که 5 سال بعد در فلان منطقه شهر قرار هست یک پارک بزرگ احداث بشه، یک سینما، یک دانشگاه یا شفاخانه احداث بشه، بله، و زمین های این منطقه 10 سال بعد مثلا سر به فلک میکشه، الان ارزانه، 10 سال بعد سر به فلک میکشه، خب این میره الان زمین میخره با قیمت بسیار ارزان، 10 سال بعد میشه یک آدم مولتی میلیاردر. ببینید اطلاعات باعث به دست آوردن قدرت و ثروت شد. اطلاعاتی دقیقاً شکل گرفته. دقیقاً. ببینید پس اطلاعات هست و اینا در همدیگه، قدرت و ثروت و اطلاعات، یک رابطه دیالکتیکی متقابل دارن. درست. یعنی هر کدوم دیگری تقویت یا تضعیف میکنن. از بحثمون دور نشیم. بله. جناب بله. دکتر توکلی، که خب این مفاهیم البته بله. از یک نظر بسیار مفاهیم امروزی هست. بله. شاید در اون زمان مفهومی که ما از دولت داریم و تصوری که ما از حکومت و قدرت داریم و حتی ثروت بسیار بسیار تفاوت کرده. خب اگر بخوایم ما متناسبی با زمان بله. امروز این مفاهیم رو بیایم دربارش بحث کنیم، به چی صورت میشه؟ من میخواستم الان به همین مسئله بپردازم. ببینید همین مسائل به یک نوع کوچکترش در زمان امیرالمومنین و امام حسین هم بوده، چون ببینید انسان که انسان، جامعه بشری هم جامعه بشری است، الان گسترده شده، او زمان محدود بوده. توی زبان امیرالمؤمنین و امام حسین به چه معناست؟ ببینید حضرت معیارهای عدالت، مفهوم عدالت اجتماعی، اون چیزی که ما الان اسم گذاشتیم، یک چنین چیزی در اون زمان نبوده. اون زمان نبوده، ولی روح این قضیه حقیقت بوده، حقیقت مسئله بله. وجود داشته. اولین فاکتورش رعایت انصاف نسبت به بندگان خداست. ببینید حضرت علی در نامه‌ای که به مالک اشتر والی مصر می‌نویسه، می‌فرماید که مواظب باش فامیل‌ها و در واقع دوستان و رشته‌دارها و اقارب خود در حکومت نیاری. در هشدار میده. بله، هشدار میده، میگه که رفتارتون نسبت به خادم و خائن مساوی نباشه.
زیرا اگر خادم به قدر کفایت مزد خدمت خور نبینه ناامید میشه و اگر خائن به قدر کفایت تنبیه نشه جری و گستاخ میشه. بلو خیانت ادامه میده. بله. و این خیانت مثل قده سرطانی گسترش پیدا میکنه، انسانها جرأت خیانت و در واقع تخطی از قانون پیدا میکنن. این نکته اولیست که حالا من تو همین زمینه یک روایت خیلی کوتاه از امیرالمؤمنین میخونم. حضرت فرمود که و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیها هوا من رعیتک. فرمود انصاف نسبت به خودت، نسبت به رعیت خودت و نسبت به تمام کسانی که در اطراف تو هستن داشته باش. نکته‌ای که حضرت اینجا میفرماید این است، ببینید متاسفانه در طول تاریخ اینجوری بوده، قانون برای ضعیفترین افراد جامعه اجرا میشده. قانون یا در کتابها بوده یا این قانون میدیدن آقا توی روابط اجتماعی کی از همه ضعیفتر و بیدفاعتر و مستضعفتر و محرومتره، مر قانون در مورد او اجرا میکردن. و طبعا اونجا اون مر قانون علیه اون طبقه ضعیف بوده، اگر به نفعشون بوده بازم اجرا نمیشده. خیلی نکته خوبی اشاره کردین، اگه به نفعش باشه اجرا نمیشه. نه درست. هر وقت که به ضررش هست. پس ببینید این قانون نیست. حضرت میگه که من حکومت البری میخوام که در روابطی که دارم با ظالم و مظلوم، ای در واقع رابطه من بر ای اساس هست که من مظلوم دوست دارم و میخوام ازش حمایتون بکنم و فلسفه حکومت من همی هست برای اینکه بتونم حق او را از ظالم بگیرم. در نظر من ظالم مساوی هست با مظلوم، قدرتی که ظالم داره و قدرتش من نمیبینم، من از قدرت ظالم نمیترسم. ضعف مظلوم باعث نمیشه که من حق او را از ظالم نگیرم. ببینید چون اینجوری هست متاسفانه. باز تو حدیث دیگه حضرت فرمود که کسی که دنیا به او رو میاره، اذا اقبلت دنیا علا احدن اعارت و محاسن غیره. مردم اینجوری هست، نگاهشون به ظاهر افراد است. بله. کسی که صاحب ثروت و قدرت او بیشتر تحویل میگیرن، احترام میکنن، حتی در مجامع قضایی. و فرمود اذا ادبرت علیه سلبت و محاسن نفسه. وقتی دنیا به کسی پشت میکنه، حتی خوبی های اورم مردم به اون نسبت نمیدن، به یک شخصی که ثروتمند و پولدار نسبت میدن. حضرت فرمود در منطق من علی که امیرالمؤمنین هستم و حاکم و والی مسلمین هستم، ضعف مظلوم دلیل بر این نمیشه که حق او نگیرم از ظالم. قدرت ظالم هم باعث نمیشه که من بترسم به حق و در واقع انتقام مظلوم از او نگیرم. نکته ای که حضرت میفرماید اینجا، میگه که در این رعایت انصاف مالک برای مردم، اصلا تو به ضعف و قدرتشون نگاه نکن، مر قانون و مر عدالت رو اجرا کن ولو اینکه خانواده تو باشن. این نکته اول. بله. برای که وقتم کوتاه هست من خیلی سریع میرم سراغ نکته دوم. نکته دوم اینه که فرمود واستعمل العد و حذر العصف. اگر اجازه بدید که میترسم وقت پایان رسیده در این بخش جملتون ناقص نمانه، اجازه بدین که در بخش بعدی سراغ بحث بریم. دعوت میکنم شما بینندگان عزیز و گرامی را به دیدن میان برنامه بسیار کوتاه. اللهم صل على محمد المصطفى بسیار سپاسگزار هستم از همراهی شما بینندگان عزیز تا اینجای برنامه. دعوت میکنم به ادامه گفتگو. بله، ما
به خاطر یک وقفه بحث شما را قطع کردم. میشنویم جناب. خواهش میکنم. ببینید، من توی قسمت آخر برنامه میخوام توجه بینندگان عزیز جلب بکنم به یک نکته، و اون اینه که ما در تحلیل حادثه عاشورا صرفا روی فسق و فجور حاکمان از جمله یزید تأکید میکنیم. بله. عده‌ای از وعاظ این مسئله خیلی برجسته میکنن، مثلا میگن آقا علت مبارزه امام حسین با یزید ای بوده که او سگبازی میکرده یا شارب الخمر بوده یا شارب الخمر بوده. بله، اینها بوده. نکته مهم و اساسی اینه که در جامعه اسلامی در زمان امام حسین عدالت سیاسی وجود نداشته، یعنی حکومت در دست نااهلان بوده. این خیلی نکته مهمی است که متاسفانه حتی در عصر امام حسین توسط مردم اون زمان خیلی فهمیده نشد، الان هم شاید خیلی فهمیده نشده. ببینید، در حادثه حره که لشکریان یزید حمله کردن به مدینه و تارمار کردن و بردن و خوردن و جنایت کردن، خونریزی کردن، مال مسلمان ها، ناموس مسلمان ها 3 روز از ناحیه یزید حلال شد، علت قیام چی بود؟ علت قیام این بود که بعد از شهادت امام حسین رفتن و از گفتن آقا یزید شارب الخمره، میمون بازه، سگ بازه، شریعت پیغمبر رعایت نمیکنه، نماز نمیخونه، و مردم تحریک شدن بر علیه یزید قیام کردن و او هم کرد آنچه که نباید میکرد. ببینید، خود اتفاق عاشورا هم تأثیر داشته دیگه، یعنی مردمی که به فاصله بسیار کمی اتفاق افتاد از حادثه عاشورا، تجربه تلخ حادثه عاشورا و شهادت امام حسین و بسیاری از خاندان و اصحابش هم قطعاً عنصر اساسی قیام همین بود. بله، یعنی دامن زده به نارضایتی از یزید و بهانه شده برای اینکه یزید رو بیشتر محکوم کنه. بله. و بکوبه. بله، یعنی اون عامل اصلی قیام مردم همین بود، و باز عامل دیگری که باعث تحریک شد این بود شرابخواری یزید، فساد اخلاقی که داشت. بله. و میمون بازی و سگ بازی. این شرابخواری که از بعد از عاشورا شروع نشده دیگه، یعنی از قبل بوده. بله، ولی مردم فرصت پیدا کردن که آگاه نبودن. بله، یا آگاه نبودن. پس میشه گفت اینو از برکات قیام عاشورا. بله. اما نکته‌ای که هست اینجاست، ببینید، اگر همو زمان قیام عاشورا نبود، نکته که میخواستم بگم اینه، اگر نهضت امام حسین نبود، اگر گفتمان عاشورا نبود، اگر در واقع اون چه که پشت پرده حکومت یزید بود توسط امام حسین برملا نمیشد، فساد سیاسی حاکم در بر دستگاه اموی که توسط امام حسین افشا شد، بله، اگر این نبود، آیا واقعا این اتفاق میافتاد که مردم بعد از 3 سال در واقع تومار حکومت اموی در هم بپیچن و بر علیه او انقلاب های زیادی بشه و حکومت اموی از بین بره؟ قطعا نبود، عامل اصلی او بود. اما نکته که میخوام بگم اینه، ببینید، مردم متاسفانه به ظواهر بیشتر از بواطن نگاه میکنن، یعنی اگر صرفا به مردم مدینه گفته میشد که یزید اهلیت حکومت نداره، گفته نمیشد که سگباز و میمون باز و شراب خاره. بله. فقط گفته میشد که یادم قاسب خلافته و خلافت حق امام حسین هست و آمده خلافت را غصب کرده، اما بله ظواهر دین رعایت میکنه. درست. آیا در مدینه قیام بر علیه یزید اتفاق میافتاد؟ ابدا. چرا؟ چون آگاهی سیاسی مردم نسبت به در واقع عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی کم بود. درست. نکته اصلی که امام حسین روش انگشت میگذاره، امام حسین روی فساد اخلاقی یزید در جاهایی اشاره کرده، اما نکته اصلی اینه که میفرماید ایشون اهلیت حکومت نداره، یعنی دستگاه اموی به لحاظ سیاسی، به لحاظ تقسیم قدرت، شایستگی ولایت به حکومت بر جامعه اسلامی نداره. بله، این نکته اساسی است. درست. وقتی حکومت در دست نااهلان بشه، رانت اتفاق میفته، تقسیم ثروت بیت المال به صورت غیر عادلانه اتفاق میفته. بله. عدالت توزیعی، یعنی توزیع قدرت و ثروت، دچار مخاطره میشه. عدالت سیاسی، یعنی رابطه قدرت و کسب ثروت، دچار مخاطره میشه.
اساس جامعه اسلامی به مشکل بخوره. چرا امام حسین نکته که فرمودید مصادیق را اعلام کن، من میخوام این عرض کنم، توجه بودم بینندگان عزیز به گفتمان طاغوت که در قرآن هست. میخوایم ببینیم طاغوت از نظر قرآن چیه و در دیدگاه امام حسین چی هست. درست. طاغوت به کی گفته میشه؟ طاغوت به کسی گفته میشه که ظاهرا ظواهر دینی رو در جامعه رعایت میکنه. یعنی ببینید حکومت اموی نماز برگزار میشد در حکومت اموی، بله. مساجد تأسیس میشد، حج برگزار میشد، مردم روزه میگرفتن، گاهی اوقات زکات هم میدادن، اما حق به حقدار نمیرسید، اما ثروت به اهلش نمیرسید، اما حاکم جامعه اسلامی شایستگی لازم رو نداشت، بله. لذاست که امام حسین فرمود که مثلی لا یبایع مثله، لذا فرمود که الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. بله. این احرارن فی دنیاکم نکته مهمی است. امام حسین قبول داره که ظواهر اسلام در مدینه، در مکه، در شامات ظاهرا رعایت میشه، مسجد اموی درست میشه، نمازها برگزار نماز میشه، نماز جمعه ها برپا هست، بله. اما برای اثبات بطلان حکومت اموی همین بس که شخصی مثل امام حسین در خانه نشسته است و صرفا 72 نفر اطراف او هستند و کسی مثل یزید بر اریکه قدرته. اساس ببینید، امام حسین اساس حکومت رو نشان نگرفته، میخواد بگه اگر بله. اگر قدرت سیاسی عادلانه توزیع بشه و حق به حقدار برسه، ثروت و اطلاعات هم و عدالت توزیعی هم، عدالت فرهنگی هم در جای خودش محقق خواهد شد. خب این سوال پیش میاد جناب دکتر توکلی که اون عدالت سیاسی خب در عصر همه ائمه سلب شد، یعنی به او عمل نشد. چرا؟ طبق تعریف شما خب ائمه که صلاحیت مدیریت جامعه اسلامی را داشتن، اینها خانه نشین بودن، کسانی دیگر این زمام را بر عهده داشتن. خب زمان معاویه هم بود، حالا خب بحث حضرت علی و امام حسن با معاویه که خب میدانیم که اینها تلاش کردن، خب همین امام حسین علیه السلام حدود 10 سال در زمان حکومت معاویه هم هست، اینجا چرا نمیشوره؟ بله. مگر این مشکل در زمان خود معاویه نیست؟ در اینجا این عدالت مگر زیر پا نشده؟ بله. که امام حسین اینجا ساکت هست، بله. ولی وقتی که یزید سر کار میآید و امام را دعوت به، یعنی درخواست بیعت از امام میکنه، که اینجا امام خروجی از مکه از مدینه اتفاق میفته و اتفاقای بعدی که تا منجر میشه به حادثه عاشورا. ببینید، معاویه ظواهر دین بسیار بیشتر از یزید رعایت میکرد. اولا بله. انسان عاقل تری بود از یزید. ثانیا و ثالثا این که جسارت و جرأت مخالفت با دین در جامعه تبلیغ نمیکرد، یعنی یک نوع گستاخی دینگوریزی در جامعه تبلیغ نمیکرد. خب یعنی عوام جامعه در واقع حرمت دین و حرمت اولیاء دین داشتن تا یک حدی. بله. بله، حق با امام علی بود، حق با امام حسن بود، اما اونقدر حریم ها شکسته نشده بود که مجبور بشه کسی مثل امام حسن علیه السلام دست به شمشیر ببره. نکته ای که اینجا هست اینه که ببینید، در زمان یزید و بعد از یزید، حتی در زمان خلفای عباسی و مخصوصا اموی، نزاع دین حقیقی و نزاع شبه دینه. این نکته بیننده های عزیز توجه کنن. خب این نزاع در زمان معاویه مگر نبوده؟ بود، اما بسیار مخفی و خزنده بود، به حدی نبود که امام حسن مجبور بشه دست به شمشیر ببره و امام حسین. امام حسن علیه السلام. درست. البته خود در زمان معاویه دست به شمشیر برد، ولی خب وضعیت یاری نکرد و همه اصحاب یاری نکردند. به صورت حضرت تنها گذاشتن و مجبور به اون تن به اون صلح کردن. بله. بله. نکته اینه، ببینید، امام حسن مجبور نشد مثل امام حسین علیه السلام عاشورای دیگری بیافرینه. نکته این زمینش حالا فراهم نبود. بله، اون نکته که می‌خواستم عرض کنم که بگم طاغوت از نظر قرآن، ببینید، بله. قرآن میگه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذله. اذله. ملوک اینجا یعنی طواغیت. به طاغوتی که علنا اظهار کفر میکنه نمیگن طاغوت یا ملوک از نظر قرآن. به کسی مثل فرعون گفته میشه طاغوت. فرعون مگر مخالفت با دین میکرد؟ علنی نخیر.
فرعون میگفت الله قبول داشت، فرعون همه چیز قبول داشت، فقط توحید ربوبیت قبول نداشت. یعنی چی؟ یعنی میگفت انا ربکم الاعلا، میگفت حیات و زندگی شما دست ماست. بله الله وجود داره، خالق هستی هست، اما همو الله مر بر مقدرات شما حاکم کرده. درست. یک نوع جبرگرایی تاریخی تبلیغ میکرد و بعد میگفت که به مردم، به بنی اسرائیل میگفت ببینید ظواهر دین در جامعه محققه، شما چی میخواین از دین؟ ظواهر هست، بله باطن رو هم خدا میفهمه. درست. لذا خدایی که شما رو خلق کرده من را بر شما حاکم کرده و شما اگر با من مخالفت بکنین با امر خدا مخالفت کردین. خب بنی امیه یک چنین منطقی در جامعه داشتن پیاده میکردن، میگفتن آقا یزید باید حاکم جامعه اسلامی باشه، اگر شما با یزید مخالفت کنید با امر خدا و با اراده خدا مخالفت کردید. امام حسین فرمود نه خیر، چون این چیزی نیست، اگر اینجوری باشه اصلا ببینید رسالت انبیا بی‌معنی میشه، انزال کتب بی‌معنی میشه، اینجا رسالت اولیاء الهی شهدا و صلحا بی‌معنی میشه. لذا فرمود ما باید در مقابل طاغوت زمان بایستیم و به ایستادن ما به این معناست که خلیفه‌ای که ادعای خلافت میکنه و شایستگی لازمه نداره و میخواد ریشه دین رو بزنه، اینجا باید امام معصومی باشه که حجت خداست و مظهر حقانیته و او دین حقیقی است. عرض کردم دین حقیقی در مقابل یک شبه دین داره مبارزه میکنه. درست. دین حقیقی دینی است که حقیقت را با مصلحت های دنیوی و قبیله ای و طایفه ای ذبح نمیکنه. دین حقیقی دینی است که عدالت رو در مورد برادر خودش هم، همونطور که امیرالمومنین در مورد عقیل عدالت اجرا کرد، در مورد برادر خود هم اجرا میکنه. بله. و اینجا نظامات قبیله ای، این که از برادرت دفاع کن ولو اینکه بر باطل باشد، دیگه معنا نداره. اما در شبه دین اینجا فرهنگ قبیله ای حاکم است. در شبه دین میاد میگه آقا دین یک ظاهر، یک پوسته ای از دین هست، اما باطن دین در زمانی که نزاع باشد بین این که می حاکم از برادرم دفاع بکنم یا از شمای مظلوم مستضعف دفاع بکنم، تو منطق قبیله میگه از برادر دفاع کن، در منطق دین حقیقی و دین امام حسین میگه برادرت رو محکوم کن و از مستضعف دفاع کن ولو این که برادرت از تو ناراحت باشه. محور را حق قرار بده. حق. بله. لذا امام علی فرمود فان فی العدل سعتون و من زاغ علیه العدل فالظلم علیه ازیق. فرمود در عدالت یک توسعه است، اگر در جامعه عدالت باشه همه به حقشون میرسن، من حاکم و شمای رعیت همه به حقمون میرسیم. ولی اگر نظامات اجتماعی بر اساس ظلم پایه‌ریزی بشه، یک روز ممکنه من به یک بهره‌مندی فراوان برسم. بله. چون هیچ قانونی نیست. درست. هرج و مرجه و صد بار دیگه به من ظلم بشه. چرا؟ همون چیزی که فردوسی طوسی ببینید چقدر زیبا میگه، میگه مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی در افتی به پایش چمور، گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست، تواناتر از تو هم آخر کسیست. اگه قرار باشه که بر اساس زور بازو و زور قبیله ما به یک سری از مواهب برسیم، خب امروز قبیله ما غالب میشه، فردا یک قبیله دیگه از قبیله ما قویتر اون میاد غالب میشه. درست. هیچ کس به حق خودش نمیرسه. به نکته بسیار مهم اشاره کردید. خب این گفتمان ما اگر بخواد یک نتیجه داشته باشه، که وقتی ما هم رو به پایان است، کمتر از 2 دقیقه فرصت هست، بسیار کوتاه و مختصر این گفتمان و این نبردی که بین حق، بین عدالت و ظلم هست که گفتید مبنا و محور مبارزه امام حسین است، آیا همونجا تمام شد یا هنوز هم ادامه داره؟ بله. خیلی کوتاه. بله. خیلی نکته خوبی فرمودید. ببینید عاشورا یک سمبل هست، یک حقیقت. ما افتخار میکنیم که اسطوره های ما توی کتاب ها و توی افسانه ها نیست، اسطوره های ما حضور زنده تاریخی دارن، در واقعیت تاریخ هست. بله. و واقعیت تاریخی دارن، مثل اسطوره های ملت های دیگه نیستن. عاشورا یک جریان هست، یک حادثه نیست. عاشورا یک مسیر پرتکرار هست که حضرت فرمود این منطق و این تنازع عدل و ظلم، تنازع دین، دین حقیقی و شبه، و شبه دین. تنازع دینی که طالب برقراری عدالت است در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اطلاعاتی و فرهنگی، و دینی که صرفا اکتفا به ظواهر میکنه و پشت پرده از قبیله خودش حمایت میکنه، این تنازع تا قیام قیامت ادامه داره.
وجدانهای بیدار، انسانهای دینشناس و دین آگاه و زمانشناس در مقابل طاغوتهای زمان میستن و حقیقت را فدای مصلحت نمی کنن، در راه مصلحت قومی و قبیلهی حقیقت زب نمی کنن، از او منطق اوریان و از او حقیقت مطلق حمایت میکنن و معتقد نیستن که عدالت یک مفهوم نسبی است و بستگی به شرایط تعریف داره. نخیر، عدالت یک حقیقت مطلق زنده است در طول تاریخ. و وجدانهای بیدار، نکته آخر و جمله آخر بنده باشه، بله. امام حسین میخواد در عمل خودش بگه هر کس حسینی هست اهل عدالت است و هر کس اهل عدالت است حسینی هست، ولو این که ظاهرا مسلمان نباشه. روح نهضت عاشورا عدالت است و مبارزه با ظلم و شبه دین، و رمز ماندگاری نهضت هم همین هست که حتی غیر مسلمان ها و شخصیت های بزرگ چون گاندی هم، بله، سرمشق خودشون حتی در دنیای، بله، بله، امروز هم دقیقا. اگر ما بخوایم موفق شیم باید به درسی که امام حسین به ما داده به او درس پایبند باشیم. این که فرمود که فکونو احرارا فی دنیاکم، میخواد به همین نکته اشاره کنه امام حسین، اگه ظاهرا مسلمان نیستید لااقل اهل عدالت باشید. اگر اهل عدالت باشید در باطن حسینی که ارزش های مطلق و فرادینی هست. بسیار استفاده کردیم از این گفتگو، امیدواریم که برای شما بینندگان عزیز هم مفید باشه. سوال های اگر در این قسمت در ذهن شما شکل گرفته، ما مشتاق هستیم از طریق پول ارتباطی که اعلام کردم و در صفحه های بیننده گیرنده شما هم نوشته میشه با ما در میان بگذارید. همراه با کارشناس محترم جناب دکتر توکلی، شما بزرگواران به خداوند متعال میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باشم.